نفرنگ تا نامردی ناب، یعنی خشونت علیه زنان. این یه امروزی های تازه. توی برنامه این هفته اول از همه میریم سراغ آرزوی بازیگری، اما توی جامعه محافظه‌کار مثل افغانستان. یکی از فعالین حقوق زنان در لندن برامون از روز جهانی خشونت علیه زنان خواهد گفت و تلاش میکنیم یکی از معماهای زندگی برخی آقایون رو حل کنیم. همه چیز درباره کراوات. کم نیستن کسایی که خیلی دوست دارن بازیگر بشن و برای قضیه سالها تلاش میکنن. خیلی هاشون موفق میشن، خیلی هاشون هم به سختی شکست میخورن، چون همونطور که میدونیم بازیگری یکی از سخت‌ترین حرفه‌های هنریه و به تبع متقاضی‌های زیادی هم و هم استعداد زیادی لازم داره. حالا جدا از تمام این دردسرها، خیلی ها با مشکلات بیشتری هم مواجه میشن. مثلا داشتن یک خانواده متأسف. فقط کافیه که یک عموی متأسف در یک خانواده وجود داشته باشه تا جلوی استعدادهای دختر مشتاق رو بگیره. حالا فرض کنین در یک نگاهی کلی تر یک جامعه خودش تبدیل به یک مانع بشه، اتفاقی که به نظر میرسه این روزها در کشور افغانستان در حال رخ دادنه. طاهر قادری هم به سراغ یک دختر افغان رفته به نام خاطره که سالها دوست داشته بازیگر بشه. گفته بودم که پشت ایلا داده نیستم. من از زمان کودکی عشق و علاقه داشتم به هنر و سینما، همه بدبختانه که زمان مساعد نبود که ما بتونم کارهای هنری خود در کشور عزیز خود افغانستان دوام بتم. فیلم های افغانی مثل فیلم های بالیودی معمولا پر از صحنه های رقص و آوازند و موضوع اکثر آنها جنگ، مهاجرت، مشکلات زنان، فقر و مرگ است. اما در این میان یک مشکل اساسی هم وجود دارد که مشکل قید و بند سنت های فرهنگی و دینی است که مشارکت زنان در عرصه سینما و فیلم سازی را تقریبا غیر ممکن کرده است. امر شریعت باید حکم سنگسار بالایش تطبیق شود. از دیدگاه خودم در کشور افغانستان خواهرای عزیزم زیاد پرابلم هایی دارن که به مشکلات گوناگون دچار هستن، نمیتونن که کارهای هنری خود ادامه بدن، چون که جامعه افغانستان با اروپا با شرق بسیار زیاد مختلف است و همچنان فامیلای هستن که موافق نیستن که مثلا دخترایشان در فلم بازی کنن یا همکاری داشته باشن، چون جامعه اونجا دیگر چیز داره فرق میکنه با اینجا. بس تو؟ آه ما برات گفته بودم که پشت ایلا داده نیستم، به هر قیمتی که شوم من تو را از خود میسازم. ما برات چند بار گفتم که من نامزاد دارم و من نامزاد خود دوست دارم. ما هم دوست دارم، چرا نمیفهمی؟ نه کار نمیکنم که بزور باشم. برو برو. من میرم، اما یک گپ یادت باشه، اگر من بخوایم پلیس زنگ زده میتونم، اما نه، تو هم یک افغان هستی، من هم. از این کارات یک روز پشیمان میشی. حالا خاطره به آرزویش رسیده، اما هنوز خاطره های زیاد هستند در افغانستان که آرزوی مشابه دارند و برای رسیدن به این آرزوها با سنت های اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. در اون زمان بسیار زیاد مشکل بود به یک خانم افغان که جرات کنه. هر کس علاقمندیش داشت، اما کس جرات کرده نمیتونست که در پرده سینما ظاهر شوه و من خواستم که یک گام را بردارم که با خواهرای عزیز ما بتانن که شوق علاقه درونی خود را ظاهر بتانن بسازن. تا فعلا دو پیشنهادات که بر ما شده، یکی از سینمای هالیوود است و دیگه از سینمای بالیوود است که ما میخوایم که چهره واقعی را یک دختر افغانه یا یک زن افغانه به جهان نشان بدم که ما هم امکانات داریم که ما هم فرهنگ آزاد داریم و میتونیم که فرهنگ خود را به جهان نشان بدیم. نوید محسنی کارگردان تئاتر است. از او در مورد دلایل پرهیز زنان افغان از سینما در داخل از کشور پرسیدم. در کشوری که به جرم رأی دادن گوش و بونی بریده میشه و به مردم اخطار داده میشه که شما رأی نتین، یعنی خواست دلتان نگوین،
و متاسفانه و هزار متاسفانه یک حرفای مزخرف با تقدس مذهبی میپوشونه، مسلمن که بازی کردن در سینما یا تئاتر کار بس دشوار و مشکل است، مخصوصا برای خانم های مظلوم و مستمند افغانستان. اولا زمین سازی فرهنگی نشده در افغانستان، دوما فقر و جنگی که حاکم بوده در جامعه ما مزید بر علت شده و خانم ها را از این عرصه دورتر رانده. باید کوشید آنچنان که نام کشور ما خراسان و مطلع شمس است و نور عالم تا به خورشید هر روز از این سرزمین به جهان میتابد. اما در اثر تازهش به اسم گوهرشاد بیگم از همه بازیکنان دختر استفاده کرده است. اکثر کسایی که هنرنمایی میکنه در این عرصه کار میکنه دختر خانم ها باشن، دوشیزه های عزیز باشن و ما تصور میکنم دوشیزه هایی که اینجا کار کردن خوب درخشیدن تا بتانیم ما از این طریق امو تابوی را یا طرز تفکر غلط را که در ذهن عوام ماست و متاسفانه حتی در ذهن خواص ماست بشکنانیم که هنرنمایی کردن برای یک دوشیزه یا یک خانم عیب نیست. ادعایم بر این باورم که نبود زنان در سینمای افغانستان ناشی از کم‌علاقگی جوانان با محتوای فیلم‌های افغانی و شیوه فیلمسازی در افغانستان می‌شود و به نظر می‌رسد مشکل زمان برطرف خواهد شد که سینمای افغانستان از کیفیت خوبتر برخوردار شود. بله، کیفیت ما از نظر معنا پایین است، اما از نظر تکنیک فیلم برداری فعلا ما نسبتا میتونیم بگوییم رشد کردیم. اما دلیل عمده ای که خانم ها به تئاتر و سینما روی نمیاره این است که هنوز ما نتونستیم فیلم یا تئاتر مطابق فرهنگ خود نمایش بدیم. به جای از این مسئله در افغانستان کاملا خالی است. اما بعضی از سرمایه گذاران در حال طرح برنامه هایی هستند تا کیفیت این فیلم ها بهتر شود و هنرپیشه های بیشتر زن در فیلم های افغانی حضور پیدا کنند. سینمای افغانستان از نگاه تکنیکی هم مشکل داره و از نگاه هنرپیشه های البته خانم ها کمتر میتونن سهم بگیرن نظر به مشکلات سنتی که ما داریم در افغانستان و فامیلا اونقدر حاضر نیستن که دخترایشون در فیلم کار کنه. فیلمایی که ما البته پروژه ای که روی دست داریم فیلمی که می‌خوایم بسازیم و یا فیلمایی که ما باید بسازیم برای بیننده های خود فقط سوژه های بسیار قوی رو البته انتخاب میکنیم که بتونیم رقابت کنیم. اگر ما سوژه های قوی انتخاب نکنیم و بتونیم کپی کنیم از فیلم های کشورهای دیگه فکر میکنیم که ما رقابت نمیتونیم. هر وقت که شرایط بخیر خوب شوه در افغانستان و امکانات زیاد باشه برای هنرپیشه های البته از طبقه اوناس چرا نه، ما همیشه میخوایم که یک خدمت کنم به مردم خود به وطن خود و این جای افتخار است برای من. خاطره در مسیر پیشرفت است. ام پی وی و پیشنهادهای از هالیوود و بالیوود دوست دارد روز به کشورش برگردد، اما پیشبینی این که کی برمیگردد و چه زمان جامعه افغانستان آمادگی پذیرش او را دارد اصلا ساده نیست. پیشبینی سخته ولی دور از ذهنم نیست. حداقل آدم میتونه امیدوار باشه. آره، شاید هم تا اون روز چند تا فیلم مطرح بازی کرده باشه و به یک بازیگر تمام عیار تبدیل شده باشه. اما محل زندگی خاطره، جایی که ما توش هستیم، بریتانیا، بارون خیلی میباره. گاهی هم باعث سیل میشه. جزئیاتش رو در اخبار این هفته میبینیم. باران شدید در شمال غربی بریتانیا موجب جاری شدن سیل در